این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از یک فقره سیلی بین المللی بر بناگوش بشار اسد که ضربه مضاعفش رو عضوات در تهران دریافت کرد. اگر نفوذ ایران در منطقه از بین بره، ایران در درون هم آسیب پذیر میشه و اصلا پدیده به نام قدرت جمهوری اسلامی در منطقه بلا موضوع میشه. البته این خوابی هست که اینها دیدن و الحمدلله تعبیر هم نشد. بله، دقیقاً به خاطر همین آسیب دیدگی داخلیه که بعد از حمله به سوریه سراپای نظام به لرزه افتاد و بسیجی ها به یه چنین روزی افتادن. از اونجایی که خوراک سیدعلی و نوچه‌هاش فیلم بازی کردن و ادا اطواره، فردای روز حمله این فیلم رو از کاخ اسد منتشر کردن که مثلا خیلی وضعیتش اوکیه و خیلی معقول داره میره سر کارش. البته این فیلمی بود که برای دلداری دادن به نیروهاشون درست کردن، وگرنه وضعیت واقعی بشار اسد تو این روزا یه چیزی تو این مایه هاست. وقتی ضربات به بشار اسد و پایگاه‌های عضو تو سوریه ادامه پیدا کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه آخوندا در تهران اینطوری غافلگیر شد. طی هفته‌های گذشته اسرائیل حملات متعددی علیه تأسیسات نظامی در شمال سوریه انجام داده، تأسیساتی که در اون برخی از ایرانی‌ها به شهادت رسیدند، اما تهران در قبال کشته شدن نیروهای خودش و این حملات سکوت کرده. سوالم این هست، آیا این نشانه آن هستش که ایران در همسایگی اسرائیل به دنبال اهداف بلندتری هستش؟ فکر می‌کنم در خصوص تجاوز رژیم اشغالگر قدس به کشور سوریه به هنگام و در زمان لازم جمهوری اسلامی ایران مواضع لازم رو اتخاذ کرد و بیان کرد هر آنچه رو که باید گفته میشد و این حق دولت سوریه و مردم سوریه هست که در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی اتخاذ تصمیم بکنند و عکس العمل های لازم رو نشون بدن. خیلی تلاش میکنه تا فیگور خونسرد بگیره، اما خودش خبر نداره که تصویر واقعیش اینه. سخنگوی آخوندا گفت که بشار اسد خودش باید جواب بده. طرف یادش رفته که قبلنا خود بشار اسد بند رو آب داده بود و گفته بود ما کاری نیستیم، همه کار آخوندان. اما ایران فلم تتوانى عن الوقوف معنا منذ اليوم الاول، قدمت السلاح والعتاد بدون حدود، ارسلت المستشارين العسكريين والضباط لمساعدتنا في التخطيط. از اونجایی که آخوندا قبل از حمله کلی هارت و پورت کرده بودن و شاخشونه کشیده بودن، بعد از حمله دیدن خیلی ضایع شد. به خاطر همین شروع کردن به تبلیغات دوغکی و درست کردن کلیپ هایی مثل این. بله، عضو اگه بخواد که خیلی میتونه جواب بده، مثلا با این زیر دریایی قولپیکرش میتونه بره به جنگ ناوها. صحبت رو با جناب ناخدا گلبازگیر باز کرده بودم که یه چیزی توجهم رو جلب کرد. این دیگه چجور چیزیه؟
در حال از اونجایی که کوچیک‌تران مقدم‌ترن، لباس قواسیم رو تنم کردم تا با این مسئله از نزدیک آشنا بشم. خیلی نزدیک. وضعت خوبه؟ مشکلی نداری؟ فعلا نه. استرسی چیزی نداری؟ نه نه. این الان با توش نشستیم کاملا میتونه بره زیر آب؟ الان اراده کنه میره زیر آب. فقط شما فقط من دست به تنفس دارم اون کفه شما. یه جلوتر من بگیرمه. اما اصل مطلب اینه که حال و روز عثمان تو این روزا یه چیزی مشابه اینه. همین آخوندهای بزدلی که با یه حمله موشکی به پت پت افتادن در برابر کشاورزان معترض یه چنین دم و دستگاه سرکوبی چیدن. البته عجیبم نیست چون میدونن که تهدید اصلیشون همین مردم ایرانن. دست دست هم ارزید. البته یه عده آقازاده هم که معلوم بود تازه ماشین به نامشون زدن، به شیوه دابسمش حمایت خودشون رو از عظمای گردن شکسته رو اعلام کردن. اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند به جوابم دهد. گوش به فرمان تو ای رهبر آزاده ایم، لب تو اگر تر بکنی ما همه آماده ایم، ما همه آماده ایم. به اینا میگن سر و صدای اضافه. حنای آخونده دیگه رنگی نداره. تازه این اتفاقات داره در حالی میفته که قضیه برجام هم تا چند روز دیگه روشن میشه و از حالا آخوندها شروع کردن به بازی کی بود من نبودم. به ما میگویند برجام که شد دولت برای مردم رفاه بیاورد، مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام ملت ما آورد، نه ما. ما خادم مردم هستیم. ما چه کار هستیم؟ برجام رو خدا آورد. شیخ فری از این شوخی ها با مردم نکن که بد میبینی ها. حالا تو بحبوه این بحران ها و سقوط ریال، پاستور عباسی به یاد قطع رابطه با دلار افتاده. خائنینی که بعد از اینکه رهبری اعلام کرد باید ارتباط با دلار قطع بشه، تو روزنامه‌های اقتصادی لیبرال نوشتن مگر ما چقدر مراوده اقتصادی با دلار داریم که ارتباط قطع بشه. اینا جاسوسان و نفوذی‌های ایالات متحده و CIA در ساختار رسانه‌ای و اقتصادی ما هستن. امروز بیان جواب بدن چی شد. چرا پول ما سقوط می‌کنه؟ چون پول ما زیاد بدبستان نمیشه. چرا؟ چون کالای خارجی میاد ما باید پولشو به دلار بدیم. چرا؟ صد تا دلیل دیگه داره. پس راه حل داره. اما چرا نمیذارن بعضی از سال 90 به این سود منفعتشون رو بسازن؟ خلاصه ای که با این وضعیت اقتصاد نظام به زودی دچار یه چنین وضعیتی میشه. این شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا بد جوری داره واسه آخوندها گرون تموم میشه. به خاطر همینم است که با بازپخش روزخونی آخوندهای حکومتی میخوان یه جوری از عواقبش جلوگیری کنن. چپی و راستی چیه؟ ایور و اونوری یعنی چی؟ اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا، تمام اینا حق بازیست. همه اینا کلکه، همه اینا کلاسان مردمه. اصلاح طلب کلوی چند؟ اصولگرا کلوی چند؟ مردم اگر انقلابی باشن و ولایی باشن و نظام رو قبول داشته باشن و به خون شهدا احترام بگذارن،
هیچ وقت خیانت به نظام و مملکت و ملتشون نمی کنن. اینو تمام در دک کنه. ترس آخوندا که یکی دوتا نیست، این همه زور زدن تلگرام رو ببندن. حالا کاشف به عمل اومده که تلگرام میخواد فیلتر شکنی بده بیرون که کل اینترنت رو آزاد کنه. فیلتر شکنی که تلگرام قرار هست راه اندازی بکند در به اصطلاح فصل دوم 2018، این فیلتر شکن تلگرام به تنهایی نیست، بلکه فیلتر شکن کل به اصطلاح فضای مجازی خواهد بود. یعنی به محضی که شما تلگرام رو ران میکنی دیگه در حقیقت کل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی گذاشته میشه. بعد از سوتی موزه لوور، حالا این شما و این سوتی جدید یکی دیگه از کارگزارای حکومت که رو دست اون یکی بلند شده. آموزه‌های دینی ما بر این مطلب تاکید داره. پیامبر می‌فرماد عقل سالم در بدن سالم هست. العقل سالم فی البدن سالم. العقل سالم فی البدن سالم. حجت الاسلام پهنیان هم کلی به مغز نداشتهش فشار آورد تا آخر به چنین نتیجه‌ای رسید. گاهی دلم میسوزه، میگم ما اگر فوتبالمون فوتبال اول نباشه تو جهان، علامت اینه که خوب دین رو تبلیغ و تعلیم نکردیم. وقتی دلیل اول نشدن تو فوتبال این بوده که پهنیان میگه، پس لابد علت وقوع ساقه هم اینه که این حاج آقا آسمون قرنبه میگه. جبرئیل یکی از اوصافی که خدا جبرئیل رو توصیف کرده به وصف شدید القوا. تو روایات داره این رعد و برق هایی که شما میشنوی این صدای شلاقیه که به دست حضرت جبرئیل امین میزنه به پشت این ابرها، اینا رو به هم به حرکت در توک. شما میگی آقا صاعقه شد، آقا آسمون قلمبه. حالا باز هم سری به عرصه تولیدات داخلی بزنیم و ببینیم سال حمایت از کالای داخلی تو چه فازیه. ببینید چه آشغالی می‌خرید و چه آشغالی سوار می‌شی. بیا داشت مجید بیا اینجا. آقا مجیدی که حرفه‌ای یا نامی ببینیم پژو هرشیا آشغالی. این هم یه نمونه از عوارض لغو کنسرت در ایران. در پایان توجه شما رو به یه شیرینکاری عجیب با استفاده از کارت بازی جلب می‌کنیم که در نوع خودش بی‌نظیره.